امشب در پلیتیک از اول تا آخرش مشکلات اساسی مملکت استاد و مرز پرگوهر گلستان می شود. ماهیت صهیونیستی فیلم شهر موشها اوریان و لخت و سکسی می شود. این هفته دیگه والا به خدا 10 دلیل می آورد پلیتیک که چرا فشن خامنه ای باید مد روز شود. شهره آقداشلو اینجاست. خانم آقداشلو از کتاب خاطراتش کوچه عشق و یاسمنهای زرد قصه ها دارد. آخر برنامه یک نفر به مملکت جوگیر اضافه و پلیتیک هفته رو کی زده رو می شود. پیرو همین مشکل خانه سینما برای همیشه دوتا می شود. پیام مثبت اندیشی پلیتیک از راه همین صدا و تصویر به شما و خانواده هیپنوتیزم می شود. پلیتیک از همین الان با سلام و صلوات شروع می شود. ملت حسینی هستن و این پلیتیک هست ملت، برنامه ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گو نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. جماعت ایرانیان، ای ملت همیشه پرور، هر هفته ما از پشت گود به دنبال مشکل اصلی مملکتیم تا بتونیم نقد کنیم، بخندیم، گریه کنیم، داد بزنیم، پچ پچ کنیم، زمین و زمان رو بدوزیم به هم و در نهایت خیلی بچه مثبت به امید رفع مشکلات بشیم. و این بود پلیتیک این هفته. خداحافظ شما. پلیتیک دیگه انگیزه ایجاد کنین، دنیا زانق هم بغل نگیرین. دارم خداحافظ. تیم پلیتیک کارش همینه و سلام نامه تمام. هفته پیش ما در به در دنبال مشکلات مملکت مادری بودیم و از میان تحریم اتمی، حقوق بشر، زندانی سیاسی، تورم، نفت، نه غزه، نه لبنان، سوریه به ما چه، صلح حسن، قیام حسین، پول کارگرا، اجاره خونه مردم و هزاران مشکل دیگری که گریبان ما رو که نه شما رو در مرز پرگوهر گرفته، رسیدیم به مشکلی که کمتر بهش پرداخته میشه و این مشکل جدیه واقعا و این قسمت برنامه جدیست. مشکل کودکستان ها در ایران، بچه کوچولوها. ما همش این برنامه گیر میدیم بنیان قدرت، سیاستمدارا، نمیدونم خامنه‌ای فلان کرد، امنیجا فلان کرد، حسن، انگار نه انگار که بچه‌های ما آینده‌های مملکت هستن و ما تو کودکستان‌هامون ملت یه عالم مشکل داریم تو مملکت که هیچکی بهشون نمیپردازه و این خب خیلی چیز بدی واقعا. یعنی در هیچ برنامه‌ای به این قضیه پرداخته نمیشه، خیلی کم پرداخته میشه، ولی پلیتیک که صدای اکثریت و فریاد اقلیت دوست داره که باشه، در این برنامه، همین اول برنامه، ما میخوایم به این مشکل یه ذره بپردازیم. یک بار برای همیشه ما مشکل کودکستان ها در ایران رو میخوایم به گوش جهانیان برسونیم. آیا صحن علنی برای تلفن های همراه نقطه کور میشه؟ میشه واقعا؟ میشه یک روزی در صحن علنی کودکستان ها تلفن همراه کور بشه؟ مشکل کودکستان ها به نظر شما چه جوری باید حل بشه؟ یعنی که این جلو هستن، بفرمایید رأیتون رو بدید، بفرمایید، رأی منتظر رأی شما. از دسترس خارج کردن موبایل، چاره رئیس مجلس برای برگرداندن نظم جلسات. واقعا چرا ما نظم نداریم در کودکستان هامون؟ همون رأی اعتمادی که به کابینه 11 داشتیم و موبایل قطع بود، خب حواسمون کاملا به بحث‌ها بود. خب ما نباید تو کودکستان هامون موبایل را بدیم. ایرانیان ببینید، من کی گفتم بهتون موبایل میدین دست بچه‌تون تو اون سن میره تو کودکستان خراب میکنه. یه بار مدیر موبایل ها رو گرفت، ببین چی شد. نمونه داریم، مثال داریم، مدیر موبایل رو گرفت از بچه‌ها، ببین چی شد. استثنایی حضور نمادات 82 نفر. استثنایی حضور نمادات 82 نفر. حضور استثنایی. بدین وسیله من از شما پدران و مادران خواهش میکنم، لطفا به بچه‌هاتون موبایل ندین وقتی هنوز میرن کودکستان. بذارین وقتی بزرگ شدن، انشالله وکیل مجلس شدن، خودشون شعورشون میرسه، موبایلشون رو قطع میکنن. بابا بابا. اما پس از مشکلات کودکستان ها، ما حل مشکلات، این برنامه برای مشکلات، برای ما، این برنامه برای مشکلات ما، میخوایم که به مشکلات دیگه بپردازیم. تو این برنامه مشکلات کودکستان ها رو ما بهشون پرداختیم، حالا میخوایم به مشکلات بزرگسالان بپردازیم. من وقتی میگم بزرگسالان، شما الان اونجا نشستین، وقتی من میگم بزرگسالان، شما اولین چیزی که ذهنت میرسه چیه؟
بزرگسالان. ها؟ بله، سینماگران مملکت. هفته پیش از بزرگسالان، یعنی از سینماگران مملکت، یه خانم آدم حسابی مملکت، بازیگر آدم حسابی مملکت، هانیه توسلی اومد گفت که وقتی که در فیلم پایان نامه گفت بازی نمی کنم براش یه مشکلاتی پیش اومده. وقتی فیلم نامه رو خونده. من فیلم نامه رو خوندم، دستیارش زنگ زد گفت میان، گفتم نه نمیام، نه خیر. گفت دلیلتون تو میگین، گفتم نه خیر. بعد کارگردانش زنگ زد یه نیم ساعتی به من فحش و بد و بیراه داد و تهدید کرد. و یکی دیگه از مشکلات مملکت، کارگردان پایان نامه، مرد ایرانی بدون عضله و بازو و سیبیل، زنگ زد به ایشون، به این خانم محترم، یه ساعت فحش و بد و بیراه، تحقیر، که چرا نمیه بازی. کی هست ایشون؟ نشون بدین لطفا. کارگردان پایان نامه ایشون، حامد کلاهداری، داره میخنده توی این دست رو دهنت بردار، داره میخنده توی این برنامه. من بینندگان عزیز، این مشکل رو، این مشکل خاص رو نمیتونم واقعا از پشت گود حل کنم. خیلی شرمنده هستم، برای اینکه تو حد اندازش نیستم که جواب این آدم رو بدم و نمیخوام حتی در موردش حرف بزنم و جواب خنده آقای کلاهداری رو بنده نمیتونم بدم. ها؟ بینندگان عزیز، دوستان ما از واحد مرکزی پلیتیک میگن که همین الان از ما بزرگسالتر توی سینما ایران جواب ایشون رو داده، همین الان به دست ما رسیده. اتاق فرمان لطفا اگر آماده است پخش کنین جواب خنده کلاهداری رو. پوفیوز عزت سینما ایران، ما بی تقصیر. محسن قرائتی که در هفته گذشته گفته که به لطف قرآن در همه کانال ها هستم به جز کانال کولر، نشون بده به ملت. ما از همین جا، ایشون گفته اینو، میگه تو همه کانال ها هست غیر از کانال کولر، ما از همین جا تشکر میکنیم از همه مسئولین و از آقای قرائتی هم تشکر میکنیم که تو کانال کولر نیستند. این برنامه همونجور که میدونید آنلاین پخش میشه، هنوز هیچ کانالی نداره. من از آقای قرائتی تقاضا دارم که این کانال کولر رو لطفا نره دیگه توش، بذار برای ما. شاید ما هم یه ماهواره دار شیم، رفتیم ماهواره، مردم تو رام هرمز دیدن ما رو. پلیتیک به زودی هوریزنتال افقی عمودیشو اعلام میکنه، ماهواره ایشو به شما. از این پس جمعه ها 10 شب پلیتیک از کانال کولر پخش خواهد شد. آقا حالا که سر دل ما باز شد، ما داریم این هفته از مشکلات حرف میزنیم، از شما چه پنهون؟ باید عرض کنم که یکی دیگه از مشکلات ما ایرانیان یه پدیده به نام حرف مفت. هم زیاد میزنیم، هم باور میکنیم حرف مفت بقیه رو، و هم کلا در شبانه روز مقادیر زیادی به خورد هم دیگه میدیم. یکی از این حرف مفت ها که هفته پیش ما کشف کردیم، یه وبلاگی به نام حرف مفت، برابم، که حرف مفت نمیزنه و هرچی مینویسه قابل درکه. ایشون یعنی حرف مفت هفته پیش یه حرفی زد، همونجور که میبینید این حرف مفت نیست، یه حقیقتی رو آشکار کرد. من کف، این کف، اون کف، اینا کف، حالا من میگم شما کف، صبر کن. ایشون یه بار دیگه نشون بده، نوشتن که یک روز گرم تابستانی پای شبکه 2 نشسته بودم که یک دفعه در این غافلگیری فیلم سینمایی شهر موشا پخش شد. با خودم فکر کردم که دیگه کدام یک از فیلم ها، کارتون ها، عروسک های ایام کودکی با مضمون خدمت به آرمان های صهیونیسم ساخته شده و من با لذت و بیخبر از همه جا آن را تماشا کردم. آقا شاید شما فکر کنید یارو اسکله، ولی ما به شهوداتی رسیدیم غیر قابل انکار که نشون میده موشی رو میشونه همون آقای ژنرال موش دایان تشریف داره. من موشی رو میشونه، هیچ جا ندارم خونه، یا بسا ها جهانگر، یعنی من هست جهانگر. این یارو همون طرف بود. اینم سند دیگریست غیر قابل انکار از گسترش تروریسم ژنرال موشی رو میشونه در منطقه. و این هم سند تخریب اراضی منطقه به قصد شهرک سازی برای صهیونیست ها توسط همون آدم. نترس، نترس.
این در حالی است که اسناد غیرقابل انکار فجیع از مهاجرت صهیونیست‌ها به مناطق مظلوم منطقه هم در اختیار ما قرار گرفته. عندما اطلق سلاح الجوی في الكيان الاسرائيلي نحو 30 صاروخا على اهداف في غزه. بسیار دردناک بود این صحنه ها. این اتفاق به رهبری این آدم که الان بتون نشون میدیم انجام گرفته، تئودور هرتزل، بنیانگذار صهیونیست در لوای آقا معلم. چرا همه رفتین زیر میز؟ کجا رفتین؟ که پس از ملاقات تاریخی با این آدم یعنی دیوید بن گوریون با نام سازمانی کوپول. ایشون با تئوری معروف خودش موجب نابودی مظلومان منطقه شد. حاله چطوره کپار؟ آقا معلم جون ببخشید ما چاقیم. و روزنامه های زردی ما نامده هارتس و شخصت های نارنجی با نام های سازمانی میانه سیپیدی بونی رو ببجار. آقا اجازه؟ بگو امروز میخواین چه درسی بدین؟ اگه یک کمی صبر داشته باشی متوجه میشی صهیونیست ها صبر ندارن که. مجهز به پیشرفته ترین ابزار استراق سمز و جاسوسی هم بودن. اش گوش دراز ایجاد اخلال در وضعیت جوی کره زمین با دستکاری در پیدای گرمایی و سرمایی. آقا اجازه است؟ چی؟ آقا با یه خورده سرده بوده میشه پنجره رو یه کمی ببندی؟ و دم درازی در تمام امور. این دیگه صهیونیست خودش یارو. آقا اجازه میگن یه چیزی گفت تالا و خود را به خواب خرگوشی زدن روی خوشخواب. این دیگه مشخصه دیگه. خوشخواب صهیونیست یارو با انبردست دنباریک شکنجه های وحشیانه ای در منطقه ایجاد کرد. دنباریک بود یا دنباریک؟ دنباریک تو هم همینطور جانم. و بدین سان شهر موشها یا همون تلاویف به وجود آمد و موسا سرزمین موسا دید یا ایسا دید موسا یکی از اون کوه دید بحرالمیت و اون برو دید و سرزمین موعود رو و ما که شهر موشها رو دیده بودیم در بچگی اومدیم اینجا آمریکا سر از آمریکا دروردیم و حرف مفت در مملکت آریایی ما به سلامتی آقای احمدی نژاد نهادینه شد. اهالی هیئت دولت و وزرا و اینا خیلی خوش و خرم و با دراوت و با نشاط و اینا دارن میرن وزارت خونه بخت. گزارشگر صدا و سیما فرصت رو غنیمت شمرد تا باهاشون یه گپی در این زمینه بزنه. در همین میان وزرا یکی از آقایون وزیر، البته که اتفاقا وزیر فرهنگ خونه مهم فرهنگ و ارشاد اسلامی است، به نکته جالبی اشاره کرد. الگوی سبک زندگی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست بایستی کار بیشتری صورت بگیره. سبک زندگی کی؟ سبک زندگی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست بایستی کار بیشتری صورت بگیره. آبا اینجا نشستیم و فکر کردیم جستجو کردیم سبک مورد پسند زندگی خامنه ای جناب آقای آیت الله خامنه ای در واقع همون خامنه ای لایف استایل خودمون چجوری میتونه باشه. رفتیم و از توی فتواهای اخیر ایشون توی رساله آقای خامنه ای اینا همش حرفایی که من در 5 دقیقه آینده میخوام بذارم همش تو رساله آقای خامنه ایست و فتواهای ایشون از شاخصه های لایف استایل که ایشون الان گفتن جناب آقای جنتی وزیر محترم ارشاد گفتن سبک زندگیشون رو میخوام فلان کنم مثلا کنن. اینایی که الان من دارم خدمت شما همه تو رساله ایشونه. ای ملت ایران این 10 مورد رو اگه رعایت کنید ذوب در ولایتید و سبک زندگی آیت الله فشن جدید شماست. بشمار 10. باید از هر گونه معاشرت با این فرقه زاله مزله اجتناب شود. رساله آقای خامنه ای هر چی من میگم بگین چشم. فردا یهو یا بهایی تو خیابون دیدین سلام رفیقتون سلام کردین رو تو بگین اون اینجوری اگه پرسید چی شده بگین آقامون خوششون نمیاد با شما بازی کنم سبک زندگی من نیستی. نو. پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مرد اگر مستلزم مفسده باشد جایز نیست. هر کی پرسید چرا اگه میخواین که سبک زندگی داشته باشین سبک زندگی های خامنه ای باید لباس آستین کوتاه بلند بپوشین بریم بیرون. هر کی پرسید چرا هوای به این گرمی آستین بلند پوشیدی بگید سبک زندگی آقامونه مده چیه مگه. 8. احضار روح و جن اگر برای غرض اوغلایی بوده و همراه با امر حرام یا مستلزم آن نباشد اشکال ندارد. شما اگر دفعه دیگه میخواهید روح احضار کنید یادتون باشه روح شارانستان رو توی غریزه اصلی احضار نکنید.
چرا که سبک زندگی آقامون این نیست. منم دلقک خاک بر سر. تو خوبی بابا، تو خوبی. هف هف هف. برانگیختن شهوت توسط دیدن فیلم‌های جنسی جایز نیست، حتی حتی برای بخون آقا اینو. خودت بخون. بله، زن و شوهر، سبک زندگی آقامون تحریک شدن در حین تماشای اخبار 23 است. من دیگه حرف نمیزنم دیگه آقا. شیش. شیش 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 شیش. پس از خوانده شدن عقد نکاح، هر گونه استمتاع بین زن و شوهر جایز است. مرسی به ما اجازه دادید بعد از خوانده شدن عقد با همسرمون استمتاع کنیم. چقدر روشن، چقدر به فکر نیازهای عاطفی ما هستی که این اجازه رو به ما میدی. این سبک زندگی رو من خودم هستم. استمتاع پنج 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 پنج. آلت و عورت مصنوعی حکم عورت واقعی را ندارد و نگاه کردن و لمس آنها اشکال ندارد. این یکی رو من واقعا خجالت میکشم، نمیتونم اصلا وایسم جلوی دوربین حتی راجبش صحبت بکنم. من باز هم ممنونم از آقای خامنه ای بابت این همه آزادی که به ما میدی. فقط آقا اینه من نتونستم جلوی دوربین بگم، بر همین اومدم پاش دوربین که میگم. کاش که میگفتی خودت چی رو لمس میکنی آقای خامنه ای. خدا نکرده همونو ما لمس کنیم، خدا نکرده یه تفرقه بینمون ایجاد نشه. همون مارکش رو اگه بگی ممنون میشم. همون یا مثلا وبسایتش اینا رو معرفی کنی. چار چار چار. تراشیدن ریش و ماشین کردنی که مانند تراشیدن باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست. آقا کاش شفافتر میکردین سبک زندگی رو. مثلا ریش ستاری بذاریم عیب نداره، یا سبک ریش شما رو دنبال کنیم، بعد اگه بهمون نیامد پوستمون اذیت شد اینا چیه؟ به شما رب داره نداره؟ کم کم داره سبک آبستره میشه فکر کنم. سبک زندگی سه. 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 بازی با ابزار قمار از جمله پاسور حتی بدون برد و باخت هم حرام است. یعنی من بعد دوستان دور هم جمع میشن از هر گونه بازی از جمله پاسور، رامی، هفته کثیف، مافیا و اینا خودداری به همون پانتومیم و اینا و بطری بازی اونا بسنده کنن. دو. 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 گوش دادن به غنای حرام مطلقا حرام است، حتی اگر غنای همسر باشد. و من از نظر بنده سبک زندگی که تو شرم شپره نباشه به لعنت خدا نمیارزه. از من گفتن اینو نیستم. یک. رقص مرد بنابر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بران صدق کند، مثل این است که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، احتیاط واجب در ترک آن است. بله، ما در اینجا دیگه حرفی نداریم در تایید تمام فرمایشات ایشون. شما رو به دیدن این ویدیو دعوت میکنیم. همین جا وایسید، هیچ جا نرید، بعدش حرف داریم با هم. شما خونتون مورچه داره؟ شما خونتون مورچه داره؟ بله، تمام خانمایی که توی این جلسه بودند و تمام خانمایی که توی این جلسه هستند الان و تمام خانمایی که توی اون جلسه اگه مورچه داره خونتون، بنابر سبک زندگی آقا احتیاط واجب بر ترک جلسه و کلن تارک دنیا بودن است. من رفتم که استایلمو عوض کنم، شما همون کافر باقی بمونید. شما خونتون مورچه داره، مال ما نداره. مثل که داره پس چرا اینجورم میشه هی داره مرمورم میشه. شما خونتون مهمان این هفته شما در پلیتیک خانم شهره آقداشلو، نامزد جایزه بازیگری اسکار و از بازیگران موفق ایرانی خارج از کشور هستند. بازی تاثیرگذار ایشون در فیلم سوت دلان کار علی حاتمی و همچنین فیلم خانی از شنومه در آمریکا از ماندگارترین بازی‌های خانم آقداشلو است. این هم بیوگرافی کوتاه ایشان به روایت پلیتیک. صدا از کجا میاد خانم؟ صدای تئاتره. من 35 سال کار تئاتر میکنم. 19 سالم بود وقتی کار تئاتر رو شروع کردم، کارگاه نمایش. اولین چیزی که به ما یاد میدادن صدا، حرکات بدنی، رقص و
چگونگی پیدا کردن نقش. نه جنس صدای خیلی خاصه، اینو کار کردین؟ نه نه، هم به مرور زمان اومده. ولی مادرم و دخترم هم همین صدا رو دارن. اونجا دخترم از بابتش خیلی خوشحاله، چون احساس میکنه هر جا که زنگ میزنه به قول خودش از دیستینکتیو وایس همه زودی میشناسنش. مادرم خیلی ناراحت بود، هر وقت گوشی برمیش میگفت الو بفرمایید، میگفتن سلام آقای وزیر طب، من خانم وزیر طب، اعصابش خورد میشد، گفت فکر میکنن من بردم. من اون لذتشو بردم به خاطر اینکه برای کار تئاتر جنس صدای خوبیه. خب خانم آقداشلو، شما اینجا هستین به خاطر اینکه خانم آقداشلو هستین و این کتاب خاطرات دوست شما من در وقت نه اون که در من در خیلی هست. و اسم کتاب هست The Alley of Love, Yellow Jasmine and Yellow Jasmine. چجوری ترجمه میکنین؟ کوچه عشق و یاسمین های زرد. چرا این چه اسم چیه؟ کوچه عشق کجاست؟ قبل از زمان ما ها، قبل از که ما به دنیا بیاییم، پدر مادرمون در اکثر کشورهای قدیمی هم این کوچه ها رو میبینین. کوچه های تنگ و باریکی هست که فقط دو نفر میتونن از توش رد شن. نسل قبل از من و تو صداش میکرد کوچه آشتی کنون. نسل ما اسمشو گذاشت کوچه عشق. خب شما تو این کتاب از لحظه ای می نویسید که شب اسکار بود و یک شب خیلی گنده یه برای یک بازیگر سالها تلاش میکنه برای اینکه دیده بشه و بعد دیده میشه و بعد خود صنعتی که این بازیگر جز بشه میخواد که تشکر کنه ازش یا تقدیر بکنه ازش. بعد نوشتید که نشست کنار خانم کیدمن ولی با شما حرف نزد خانم نیکول کیدمن. چرا فکر کنید؟ نه برای اینکه اومده بود برای پشتیبانی از رونی زلوگر، رقیب من. و هیچ کی از شما پشتیبانی میکرد اونجا؟ هوشنگ کنارم. هوشنگ گفتم نیکول کیدمن با من حرف نمیزنه، تو ببین نداره، اونا نگاه کن ببین گروه خودشونن. نیکول کیدمن و دوست مشترکش با رونی زلوگر و همینطور ایجنت رونی زلوگر. رونی خیلی عصبی بود، خیلی حالش بد بود، برای منم عجیب بود. من دفعه اولم بود، یه جورایی هم خیالم راحت میدونستم که آکادمی کار منو هنوز ندیده. یعنی به قول اینا بادی آف ورک منو هنوز ندیده، کارهای مختلف منو ندیده. یه فیلم هاوس آف سند اند فاگ دیده، ممکن اصلا فکر کنه تصادفی این اتفاق افتاده، ولی بنابراین نصیب من نخواهد شد. اما فکر میکنم چون آکادمی ما رو ردیف اول نشونده بود، من هوشنگ و کنار نیکول و رونه، رونه فکر کرد نکنه اینو ردیف اول نشوندن، این قراره بره بالا از پله‌ها. چون ولی شما میدونستین که میگیرین یا نمیگیرین؟ من تقریبا اطمینان داشتم که نمیگیرم. چرا؟ چون ندیده بودن کارامو. این کتاب پر گوشه های گوناگون فرهنگ ایرانه، پر تشکر و تقدیر از ادبیات، فرهنگ و شعر ایرانه. ولی از طرف دیگه گروهی اعتقاد دارن که شما یه فیلمای بازی میکنین که ضد ایرانیه. چجوری مردم میتونن که تعبیر آدم هاست از کاری که آدم میکنه. بعضی وقتا شما میتونین باهاشون در میون بذارین و سیکرت کارتون رو بهشون بگین، بگین به این دلیله که من دارم این کارو میکنم، اگه من این کارو نکنم یه جای دیگه یه بلای عظیمتری سر شما میاد، اجازه بدید که من کارمو بکنم. مثال من میزنم، مثلا فیلم سنگسار ثریا، خیلی ها فکر میکنن که این فیلم چهره خیلی خشنی از ایران ارائه میده و ما ایرانی ها اینجوری نیستیم. بلد. شما چرا معتقدین در گوشه ای که همه ایرانی ها بد نیستن، همه ایرانی ها هم خوب نیستن، همه مسلمان ها آدم های خوبی میتونن باشن، میتونن آدم بد هم داشته باشن، مسیحی هم همینطور، کلمه هم همینطور، فرقی نمیکنه. این اتفاق در ایران افتاده بود. گزارشش رو، گزارش 17 تا سنگسار به سازمان ملل رسیده بود وقتی ما فیلم رو ساختیم، نه تنها در ایران بلکه در جاهای دیگه، در ترکیه، در پاکستان داشت این اتفاق دائما میافتاد، در هند گاهی اوقات همینطور. نه در اینکه سنگسار موردی در ایران است که باید بهش پرداخته بشه و اینها، در این بحث، در اینکه هست و بوده قبلا، حتی خیلی وقت نبوده، یعنی نشده. ما ولی خبری که گرفتیم شروع کردیم فیلمو ساختن. فکر کردیم که این مجازات بسیار وحشیانه ایه، حتی اگر آدم کار بدی انجام داده باشه، اگر ادعا میکنیم که دموکراتیک داریم رفتار میکنیم و در یک جامعه دموکراتیک داریم زندگی میکنیم، ما حق نداریم آدم رو دیگه مثل عصر حجر با سنگ بزنیم تو سرشون بمیرن. در جواب کسانی که منتقدند نسبت به انتخابهای شما و میگن انتخابهایی که خانم آقداشلو میکنه فیلم هایی است که ضد ایرانی است، در جواب این آدم ها شما چی میگید؟ اینها فیلم‌های ضد ایرانی نیستن. اینها فیلم‌هایی هستن که بعضی‌هاشون مثل ایرانیان برای هشدار
به رژیم غیر مردمی ایران ساخته میشه. یک. دو، روزی ما میتونیم بگیم دستخیز شدیم و دموکرات شدیم و حالا میتونیم با بقیه مردم جهان در مناطق دموکراتیک رفت آمد داشته باشیم که کمی یک اپسیلون فقط روشن فکر بشیم، قبول بکنیم که هر سکه دو رو داره، قبول بکنیم که آدم‌های در این دنیا هستن که فکر میکنن همه کارا رو کردن که با ایران رابطه برقرار کنن، حالا که نمیشه پس باید با ایران جنگ کرد. آیا این واقعیته؟ نه، این در حد یک نوشن نظریه است، میتونه اتفاق بیفته، هیچ کس هم اون اینو نشنوه، ولی میتونه اتفاق بیفته، ما به گوش مردم برسونیم که هستن چنین کسانی در جهان که اینجوری فکر میکنن. وای اگر فردا اینها رابطه برقرار بکنن با آدم‌هایی که اونها هم علاقه‌مند به این کار هستن و جدی جدی این اتفاق بیفته. این هشدار اگر داده نشه در بسیاری از زمینه‌ها ما دچار متأسفانه دیدن خطای بعضی ها خواهیم شد که هیچ کارشون نمیشه کرد. یه سری نقش‌های وجود داره که خب اون نقش‌ها از شما خواسته میشه به خاطر نوع فرهنگی که این بر وجود داره، شما باید نیمه برهنه بشید یا حتی برهنه بشید، یا اینکه مثلا نقش شوهرتو بازی میکنی باید بری باش رو رخت خواب، نمیتونی با روسری و اینا که بری اونجا. آیا وقتی نقشای اینجوری به شما پیشنهاد میشه آیا فکر میکنید بهش که قبول بکنید یا نکنید؟ خیلی مهمه. چون به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک بازیگر، شما یک جایی در میان مردمتون پیدا کردید. چند نفر ممکنه ناراضی باشن از چند تا کاری که کردید، ولی چند میلیون به شما تعظیم میکنن، چند میلیون سعی میکنن برن روی اینترنت و ببینن که چجوری شما از پلا میری بالا، جایزت رو میگیری. بنابراین دیگه مال خودت نیستی. وقتی به اینجا میرسی، وقتی از یه حوزه خیلی فعالیت کوچیک وارد آبهای بین المللی به قول خودت میشی، دیگه اوضاع فرق میکنه. پس شما قبول نمیکنید نقشایی که از شما بخوان که؟ اونم بستگی به بازیگر داره. من تا یه جایی قبول میکنم، از یه جایی بچه قبول. تا کجا قبول؟ تا جایی که نیودیتی کامل نداشته باشه. اتفاقا یه چیز جالب به شما بگم، ممکنم از بعدم پشیمون بشم. دو روز بعد از هاوس آف سند اند فاگ من یه فیلم بهم پیشنهاد شد، فیلم فوق العاده زیبایی بود، ولی چند صحنه نیودیتی داشت و چند صحنه اشبازی خیلی با جزئیات. آها. رومانتیک با جزئیات. البته با همسرش این خانومش بازی میکرد و هنوزم بهتون بگم شرمنده اون کارگردانی هم که با حرف زدم، برای اینکه عاشقشم، برای اینکه یکی از بهترین کارگردانهای هالیووده، ولی نکردن این کار. پول خیلی زیادی هم میدادن. یکی از مخاطبین این برنامه پرسیده از شما، اگه بتونم پیدا بکنم، اینه که شما در فیلم مهمان هتل آستوریا یه صحنه ای هست که شما زیر دوش هستین و چه لزومی داشته که شما این صحنه رو مثلا در اون فیلم؟ خوشبختانه آقای علامه‌زاده و آقای طاهری هنوز زندن. این صحنه تصادفیه. اگر به من گفته بودن من ممکن بود قبول کنم، ممکن بود قبول نکنم، ولی من یک لیوتارد سیاه و این اولین بار کامبیزیون که دارم اینو میگم. تا حالا توی کتاب هم بهش اشاره نکردم. من یه لیوتارد سیاه تنم بود که باش بالا میرقصن، بالای سینه نگه داشته بودم زیر دوش. قسمت اون دوشم برای این بود که نشون بدن این زن چقدر تنهاست و چقدر وانربله، آسیب پذیره. زیر دوشه و لخته این زن، تنهایی این زن، بی کسی و بیچارگی این زن رو نشون میداد. وقتی صحنه رو داشتن فیلم برداری میکردن، آقای طاهری اومدن به من گفتن که متاسفانه لبه این لیوتارد لبه کادر ما رو میگیره، اگه ممکنه اینو بیاریم پایین، ولی از اینجا تکون نخواهد خورد. متاسفانه تکون خورده بود. شما اگر بخواید یک چیز، یک نصیحت از رو تجربتون چیزی رو قسمت بکنید با بازیگرهای دیگر، بازیگر جوان، یه چیز بخواید بگید چی میگید؟ کامیز، این کتاب تماماً درباره اینی که اگر کاری رو بهش علاقه مندی، دوست داری، عاشقشی، این کار رو رها نمی کنی، با پستی و بلندی از نفس نمی افتی، با گرسنگی از پادر نمی آی، با دشنام و حرف بیهوده و حرفای پشت سر خودت رو ناراحت نمی کنی، فقط و فقط میری دنبال کاری که فکر می کنی دوست داری، اون کار رو انقدر دنبال می کنی تا موفق بشی. علت موفقیت این کتاب در آمریکا به خاطر اینکه قصه موفقیت یک زنه و اونم زنی که داره از خاورمیانه میاد.
در مملکت جوگیر این هفته آقا شما خودتون شاهدین، این همه ما ارث جوش خوردیم، این همه استرس، سیگار، گاز زدیم به جای تخمه، این همه داد زدیم، این همه بوق زدیم، این همه تشویق کردیم، این همه تیم ملی بالاخره رفت جام جهانی، این همه خوشحال شدیم، این همه جشن، پایکوبی، رقص، ایول 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 کیروش هم یله ایول گوشی هم یله ایول فلان. بعد اردوی تدارکات تیم ملی به پرتغال به خاطر نداشتن 1 میلیارد تومان کنسل شده. کفاشیانو بذار آخه یه جایی هستش که دیگه کفیر به قول معروف میخوره به ته دیگ و چیزی دیگه تهش نمیمونه. چیزی دیگه تهش نموند جناب آقای رئیس فدراسیون، کفگیرت خورده ته دیگ. با وسط این همه بیپولی نداری مصیبت کثافت فوتبال ایران جوگیر چقدر داده؟ 4 میلیارد داده هزینه کنه که خلبتبری رو از امارات بیار پرسپولیس، اسم کشتن کار خیر نشون بده. سرجم به نظر من مثلا 1,200,000 دلار اونا با خلبتبری، بله یعنی یه چیزی بوده 5-6 میلیارد تومان دیگه هم دیگه بوده 3.4 میلیارد. بعد میگن چرا کیروش چرت میزنه تو آزادی، نشون بده. خب حق داره یارو چرت بزنه، نشون بده حق داره یارو. اینم از یه کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران که توی ورزشگاه آزادی حاضر از کارلشیز خوابش برد آقای کیروش. منم بودم خوابم میبرد تو این وضعیت فوتبال جوگیر. خلبتبری رو بیاریم ایران 4 میلیارد بدیم که چون تو لیگ عربی بازی نکنه یه وقتی بیاد پرسپولیس بازی کنه و از اون ور تیم ملی فلان نره اردو. فوتبال جوگیر ایران این هفته به فهرست مملکت جوگیر اضافه میشه. کل فوتبال ایران تموم شد رفت، اعصاب نداشتیم برای ما. مملکت جوگیر. پلیتیک این هفته رو کسی نزد جز علی جنتی که از وقتی وزیر ارشاد شده داره هفته یکی دو تا پلیتیک میزنه به اهالی هنر و چیزایی میگه که ما همینجوری چارچشمی میگیم نه. یعنی وقتی گفتی میخوای فلان رو به همان مسئله رو حل کنی منظورت این بود؟ نه. مثل حرفی که در مورد حل مسئله خانه سینما و بازگشایی اون زد، این هفته جناب علی جنتی مثال میزنم، یک مثال خیلی ساده، این حرفی بود که ایشون زد. این خانم گزارشگر ببینید چی میگه. وزیر ارشاد خانم چطور میخواد به این قائله خانه سینما که اهالی سینما رو بی خانه کرده پایان بده؟ وزیر ارشاد در مناقشه دو جریان فکری اهالی سینما سعی میکنه میونه رو بگیره. خیلی خوب، خیلی حسابی. میونه، ما طرفدار میونه ایم مثلا. اعتدال، تدبیر، میونه چیز خوبیه. حالا میونه این که خانه سینما رو غیر قانونی تعطیل کردند و یک سری هم چشیدنشو ندارن و میخوان صاحبش بشن چیه؟ شما خودت بگو علی آقا چی مهمه؟ چی مهم هم حالا نیست؟ مهم هم حالا نیست که ما یک خانه سینما داشته باشیم، دو تا خانه سینما داشته باشیم. به هر حال ممکنه این اتفاق بیفته. دو تا خانه سینما میخوای باز کنی؟ دو تا خانه سینما داشته باشیم. چطوری یه آتیساز خانه سینما بزنی؟ یه اکباتان خانه سینما بزنی؟ چطور اصلا هر ایرانی یک خانه سینما مشکل حل میشه؟ مرد حسابی چطوره حالا که مشکلات میخوایم دو تا حل کنیم، حالا که یه دولت زدن شما اینجوری، ما میام یه دولت بزنیم اون کنار، ما که نه البته اپوزیسیون، یه دولت بزنیم اون کنار مشکل حل بشه؟ یعنی یه رهبر داریم، چطور یه رهبر دیگه هم بزنیم؟ اصلا هر ایرانی یک رهبر. ممکن اتفاق بیفته. ها حالا کی، حالا میخوای این کارو بکنی؟ رسید ان شاء الله در موقع خودش اعلام میکنیم دیگه. زمان نمیشه تعیین کرد، زمانم نمیتونه تعیین کنه. پلیتیک هفته رو علی جنتی فرزند حضرت نوح و رئیس فرهنگ مملکت زد، پلیتیک میزنه برای ما. ما خودمون پلیتیکیم بابا استاد، بیار اون یارو رو. این بود برنامه این هفته پلیتیک ملت. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم سیاست باهوش و محترم آری، پلیتیک اما بی پلیتیک. به صفحه فیسبوک ما بپیوندید و به جای انتقاد فقط از ما تعریف کنید خیلی زیاد، چون ما اصلا ظرفیت انتقاد نداریم، قاط میزنیم شر میشه. تا هفته دیگه و پلیتیک دیگه، برای خودتون انگیزه ایجاد کنید، چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزش شو داره. جمعه ها 10 شب تهران همینجا کانال کولر پخش میکنیم، در ضمن از کانال کولر پخش میشه این برنامه.